بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیری خدمت محسنین عزیز. با جلسه 14 از مضمون استاتیک در خدمت شما هستم. جلسه قبل فصل 4 تحت عنوان تعادل اجسام صلب خود شما شروع کردیم. پیرامون موضوعاتی از قبیل تعادل اجسام در راستای دو بودی، روابط موجود، دیاگرام آزاد، ساپورت ها و ریاکشن ساپورت ها صحبت شدن و به این مسئله رسیدیم که خب این مسئله یه جلسه خود شما حل میکنه. خب ابتدا سوال میخونیم خود شما. گفته که FX crane has a mass of 1000 kilogram and is used to lift a 2400 kilogram crane. میگه یک کرین یا جرثقیل فکسی که مسیو امیو 1000 کیلوگرمه استفاده شده که یا در حال بالا بردن لیفت انتقال دادن یک صندوقی به وزن به امه ببخشیم به کتله 2400 کیلوگرمه. وزن ای کرین هست 1000 کیلوگرم و وزن ای صندوقچه که انتقال داده میشه ببخشیم مس 1000 کیلوگرم و مس این صندوقچه 2400 کیلوگرم. It is held in place by a pin at A and A rocker at B. این نکته رو دقت کنیم. میگه در محل نگه داشته شده، یعنی در موقعیت هست با در دو نقطه A و B که در A پینه، سوال خودی بو گفته از ظاهری هم میشه فهمید، پین A و در B راکر. اینا نوع ساپورت ها رو به شما معلوم کردید، نوع ساپورت A و B. The center of gravity of the crane is located at G. مرکز ثقل رو هم به شما تعیین کرده، گفته مرکز ثقل وزن خود کرین به زنجیگاه، این مرکز ثقل. خب این هم پین A. شما از شما چی خواسته؟ Determine the component of the reaction at A و B. کامپوننت ها یا ریاکشن های A و B رو به دست بیاریم. A و B چند تا ریاکشن داره، ریاکشن ها رو بیاییم حل کنیم به دست بیاریم اینیم چی بوبهی بزی ریاکشن ها وارد میشه، بزی ساپورت وارد میشه و ریاکشن ها شما به دست بیاریم، مشغولات مسئله رو به دست بیاریم. ابتدا گفتیم دیاگرام آزاد رسم میکنیم. خب ما اگه بخوایم دیاگرام آزاد رسم کنیم بزی صورت ببینیم، خود کرین داریم از محیط سوا میکنیم، اینجا که ساپورت A داریم، ساپورت A گفته پینه، ساپورت پین دو تا ریاکشن داشته، ریاکشن AX و AY و B هم راکر یک ریاکشن داشته، راکر در راستای عمود بر سر، یعنی در راستای X دیگه. داخل سلایدا که بود راکر ما روی سطح قرار گرفته، رو به بالا و در راستای Y، حال راکر روی سطح Y قرار گرفته، در راستای X ریاکشن وارد میشه. کابل وزنی که به این قسمت این صندوقچه داره برابر با M ضرب G، M 2400 ضرب G 9881 میشه 23.5 کیلو نیوتن، تقسیم بر 1000 هم بکرده نیوتن تبدیل به کیلو نیوتن کرده، به کجا اعمال میشه؟ دقیقاً به این قسمت. این هم دیاگرام آزادی و سنتر آف مسیو وزن خود جرثقیل که 1000 کیلوگرم ضرب در 9881 میشه 9.81 کیلو نیوتن که این هم به مرکز ثقلی وارد میشه به نقطه ای. دیاگرام آزاد داریم، ما این حل کنیم. در ابتدا ما ببینیم چند تا ریاکشن مشمول داریم، یکی دو تا سه تا و سه تا معادل تعادل هم داریم، بنابراین میتونیم سوال حل کنیم. میایم معادلات تعادل خود مینویسیم به ترتیب. خب سوال بیاماده نوشته که از FX شروع نکرده، ابتدا بیاماده از مومنت شروع کرده، حالا فرق هم نمی کنه. شما میتونیم مثلا بنویسیم FY مساوی با سر از سومی بنویسیم، ولی از مومنت که شروع کنیم شما یک ریاکشن شما به دست میایی، میتونیم به معادلات بعدی که جا گذاری میکنیم خیلی راحت تر به جواب برسیم. احیانا مثلا اگه من از FX شروع کنم بنویسم سیگما FX مساوی با سر، در FX چی داره؟ قوه‌ای که در راستای x باشه، یک آی اکس داره، اینجیگا به جهت وای، این به جهت وای، این هم به جهت وای، هیچی یک بی داره، جفت از اینا به سمت راست هم، بس میشه آی اکس جمع بی مساوی باشه، این معادله تا داره. این دو تا مشهول داره، ببینید
در اول مز افکس شروع کردم، این دو مجهول داره پس حل نمیشه، این همینجوری که میمونه. خب این معادله اول، میام اف وای مینویسم مساوی با صفر. اف وای چی به سمت بالا دارم؟ یک آی وای دارم مثبت به سمت بالا، منفی 9.81 میبینیم آی وای منفی 9.81 و منفی 23.5، منفی 23.5 مساوی با صفر. از اینجوری حل کنم آی وای به دست میاد، یکی از مشکلات ما به دست میاد آی وای 33.3 به سمت بالا، علامت مثبت به دست میاد. خب پس جهتی که فرض کرده بودیم درسته. میای مومنت بنویسیم، مومنت روی یک نقطه، اینجا مومنت روی A نوشتیم، ما روی A ملاک میدیم، این نقطه میای مومنت میگیره، روی این نقطه مومنت میگیره. مومنت چی بود؟ F ضرب D. D یعنی چی؟ یعنی فاصله عمودی تا نقطه مورد نظر، فاصله عمودی تا نقطه مورد نظر. خب میام بنویسم از اینجا این رو X و Y هیچ مومنتی ایجاد نمیکنه چون دقیقاً روی نقطه A اعمال شدن، فاصله ای ندارم پس مومنتی ندارم. B بی ضرب چی فاصله میشه؟ ببینید تا نقطه A ای فاصله میمونه، ای فاصله B، بی ضرب ای فاصله میبینیم که اینجا ما 90 درجه شد. خب یه هم 90 درجه بود، بی ضرب ای فاصله مومنت ایجاد میکنه، بی ضرب 1.5 میشه 1.5 بی، فاصله 1.5 1.5 بی ساعتگرد میشه خون یا پاس ساعتگرد؟ ببینیم خلاف عقربه های ساعتگرد ساعت میشه خون، پس حرکتی پاس ساعتگرده، حرکت پاد ساعتگرد دارم علامتی مثبت فرض میکنیم، حرکت پاد ساعتگرد مثبته، پاد ساعتگرد پس 1.5 بی با علامت مثبت میاد، ای بی ضرب 1.5 با علامت مثبت. میایم جلوتر، 9.81 فاصله داره، فاصله چه؟ این فاصله او 9.81، حالا فرض کنیم بالا باشه یا پی باشه، فاصله ای که داره 2 متره ضرب قوه، فاصله عمودی باشه، دقت کنیم همیشه میگم F ضرب D یعنی فاصله عمودی، F ضرب D فاصله عمودی میشه 9.81 ضرب 2 متر، 9.81 ضرب 2 متر اینجا نوشته شده، علامتی منفی یا مثبت؟ چون 9.81 ضرب 2 ببینیم به سی حالت میشه خونه، میبینیم در جهت عقربه های ساعت منابعی حرکت ساعت کرده و علامتی و منفی. 23.5 هم فاصله عمودی چیه؟ تا نقطه ای فاصله اونه، درسته؟ این نقطه ایه، فاصله عمودی مد نظر، ببینیم این فاصله مد نظر یه قرار نیه به نقطه ای برسه، چی فاصله داره تا امتداد ای؟ این امتداد ای باشه، این امتداد ای باشه، این فاصله اونه 6 متر، 6 ضرب 23.5 علامت چی؟ چون در جهت عقربه‌های ساعت منفیه، منفی 23.5 ضرب 6. خب یک معادله یک مشهول این حل کنیم، 2 ضرب 9.81 تقسیم جمع منفی 23.5 ضرب 6 اینا رو حل کنیم، ببریم اون طرف علامت های منفی مثبت میشه، تقسیم بر 1 نیم کنیم بی به دست میاد، بی میشه 107.1 کیلومتر، بی به دست اومد، خب بی به دست اومد و ای وای رو هم داریم، از سه تا مشهور خود دو تا به دست میاد، اما یاد شما شه معادله اول که نوشتیم دو تا مشهور بود حل نشد، بی رو از اینجا داریم، آی ایکس جمع بی حال 107، آی ایکس جمع 107.1 مساوی با 0، 107.1 مثبت میره برای تعادل میشه منفی، آی ایکس میشه برابر با منفی 107.1 کیلومتر، یعنی چی؟ یعنی جهت آی ایکس اشتباه فرض شده بود، آی ایکس به سمت چپ میگردون باشه. شما اگه اینا رو پاک کنم، سوال حل شده، سه تا ریاکشن ما به دست اومد، B آی ایکس و آی وای. همینجا که دیاگرام آزاد حل کردیم، قبل از اینکه سوال بریم حل کنیم، اولا که دو تا قوه در راستای وای به سمت پی داریم، بنابراین قوه آی وای تنها قوه به سمت بالا و مگرم تنها قوه در راستای وای و بنابراین مگرم به سمت بالا باشه، خاطر خالی از دو تا مقابله کنه، برابری کنه. خب جمع دو تا میشه ای آی وای، آی ایکس و پی ایکس بیامونیم بکشیدیم، هیچ قوه خارجی نداره که در راستای از این دوتا باشه، بنابراین مقدار این دوتا مگر اولا خود هم برابر باشه، جهت اینا میگن خلاف جهت باشه، یعنی یکی به سمت راست میشه یکی به سمت چپ، دیدیم به همین حالت هم رسیدیم، آی ایکس و بی خود هم مقدار اینا برابرن، جفت اینا 107 شده، اما یکی اینا به سمت راست یکی به سمت چپ، اینا مثلا برای کنترل سوالا، سوال کو که حل کردیم جواب آخر رو یک کنترل کنیم، مثلا از این
متد استفاده کنیم ببینیم که آیا درسته، منطقی هست یا نه. این سوال اول میشه گفت نسبتا سوال آسونی هم بوده. یک سوال دیگه که از اون آسان تر، یک تیری داده شده، 3 تا قوه روی از تیر اعمال شده و تیر 2 تا ساپورت داره، ساپورت A و B، همونطور که در شکل میبینیم ساپورت A و B که گفته اگه روی سوال بخونیم گفته the beam is supported by a roller at A، یعنی ای رولره، رولر چند تا ریاکشن داشته؟ یکی در جهت عمود بر از اون در جهت وای، حالا اینجا and by a pin at B، اینجا این پینه، پین چند تا داشته؟ 2 تا، یکی وای یکی هم ایکس. پین گفته از وزن بیم صرف نظر کنیم، یعنی وزنی ناچیز نیازی نیه، شما ریاکشن ها در A و B زمانی که قوه پی 15 کنیم، این 6 تا، این 6 تا هم 15، سوال بدا دیگم 15، این 15 6 و این را گفته به دست بیاریم، نیروی وزن ها صرف نظر کنیم، ریاکشن ها به دست بیاریم. 3 تا معادله تعادل داریم، 3 تا مجهول داریم، پس سوال ما حل میشه. میاییم دیاگرام آزاد رسم میکنیم، دیاگرام آزاد A یک ریاکشن داره، A و Y، حالا این چیگه با علامت A نشون داده شده، ولی شما بنویسیم A و Y بهتر، B داریم، B و Y و B X، B و Y و B X، 3 تا مدل تعادل داریم. اول قوه ها در راستای X مساوی با 0، چه قوه ای داریم در راستای X؟ تنها B X داریم، میبینیم دیگه هیچ قوه ای در راستای X نداریم، تنها B X داریم، بنابراین B X مساوی با 0 میشه. یک مشهور ما به دست اومد، خیلی ساده، اولی مشهور ما بی اکس مساوی با صفر. دومی مومنت میگیریم، حالا میتونیم شما اف وای مساوی با صفر بنویسیم، باز هم اف وای مساوی با صفر بنویسیم، یک معادله داریم، 2 مشهور، یعنی ببینیم اگه ما اینتر بذاریم تو کتاب پیش نریم به زی حالت میشه، بروم البته کتاب به زی حالت حل کرده، کتاب به زی حالت حل کرده، اجازه بدیم من توضیحات خود بودم. فرض کنیم من میام اینوسم بعد از این مدل تعادل اف وای مساوی با صفر، مجموع قوه ها در راستای اف وای مساوی با صفر چی دارم؟ ای وای رو به بالا مثبت جمع بی وای رو به بالا مثبت منفی 15 تا رو به پایین منفی 6 منفی 6 مساوی با صفر، 6 تا 6 12 جمع 15 میشه 27، پس میشه ای وای جمع بی وای مساوی با منفی 27 بر بود میره بزرگ میشه مثبت 27، AY جمع BY مجموعی نمیشه 27، یک معادله داریم دو تا مجهول حل نمیشه، این معادله همینجوری نگه میداریم، AY جمع BY مساوی با 27 باشه. میریم مومنت میگیریم روی یک نقطه، حالا یا نقطه A یا نقطه B فرق نمیکنه، اگه شما مومنت روی نقطه A بگیریم روی این نقطه، جوابی که به دست میاد BY، BY شما به دست، اگر روی نقطه B بگیریم جوابی که به دست میاد AY، فرق از اینه روی هر نقطه بی که بگیریم این مومنت ایجاد نمیکنه، این مومنت ایجاد میکنه، بنابراین به زیم حل میرسیم یا برعکس. خب اگه مومنت روی نقطه B بگیریم روی این نقطه A که کتاب گرفته، روی نقطه A علامت پاد ساعت گردم مثبت، علامت پاد ساعت گردم مثبت روی نقطه A مساوی با صفر، از اینجا از روی گراف حل میکنه، 15 به ترتیب بریم جلو، خود AY مومنت ایجاد نمیکنه روی نقطه A چون هیچ فاصله ای نداره، 15 قوه 15 ضرب این فاصله، فاصله چنده؟ 3، 15 ضرب در 3 با علامت چون ساعت گرد میشه کنه به زی صورت، میبینیم روی نقطه A ساعت گرد میشه با علامت منفی، 15 ضرب در 3 با علامت منفی. میاییم بعدی نقطه B، B X تا نقطه A هیچ فاصله ای نداره، چون اگه امتداد از زیر ادامه بودم میبینید این 180 درجه و 180 درجه قبول نیه بود، از ما چی قبول بود؟ 90 درجه، بنابر این BX مومنت ایجاد نمی کنه. BY چی؟ BY ضرب ای فاصله، ای فاصله که باز هم میگم زاویه 90 درجه، میبینید BY ضرب ای فاصله، فاصله چنده؟ 9، BY ضرب داره 9 فوت که مجهول مثلا موشونه، علامت چی؟ مثبت، چون پاد ساعت گرد میشه کنه با علامت مثبت، فاصله هم 9 فوت، بی وای ضرب داره 9 فوت،
میایم جلوتر 6 کپس داریم. 6 کپس چی فاصله نزدیکی فاصله رسم میکنه؟ این فاصله. ببینیم فاصله افقی و امتدادونه. این قسمتی که رسم کردیم امتداد به خاطر اینکه از این فاصله اشتباه نشه. این فاصله چنده؟ چیکار نشون میده؟ 2 و 6 و 3 مجموع میشه 11. ساعت گرد میشه کنه علامت منفی، منفی 6 ضرب 11، منفی 6 ضرب 11 یعنی قسمت و آخری هم 6 ضرب این فاصله که مجموعی میشه 4 و 6 10 10 و 3 13. دوباره ساعت گرد میشه کنه منفی، منفی 6 ضرب 13. این هم از آخری قسمت. این معادل شما نگاه کنیم فقط بی وای مجموعی شماه. اینا رو جمع میکنیم، ضرب اول ضرب میکنیم بعد خود یک دیگر جمع میکنیم، علامت های منفی به دو برمیده، علامت مثبت میشه، تقسیم بر 9 بی وای به ما میده. پس بی وای مثل ما و شما میشه 21 کپس رو به بالا، علامت هم مثبت داره زنگه. یا چون بود معادله دوم که نوشتیم چیکار شد؟ سیگما اف وای مساوی با 0 شد، ای وای جمع بی وای مساوی با 27، بی وای به دست ما 21، پس ای وای میشه 6، 6 رو به بالا. این هم شد که 21، این هم شد 21، 6 دو 21 میشه 27، این ها مجموعین و 27 رو به بالا، هیچ قوه در راسته x هم نداشتیم. این هم شد 3، ستاری اکشن ها ما ستان مشکلات ما برسیم. اما کتاب چی رو حل کرده؟ کتاب بزی حالت حل کرده، دو بار مومنت گرفته، یک بار مومنت گرفته روی نقطه A B Y به دست آمد 21، یک بار هم مومنت گرفته روی نقطه B A Y به دست میگه 6 رو به بالا. خب یعنی از سیگما F Y استفاده نکرده، از سه معادله یک دو تا مومنت، یک دونه معادله F X استفاده کرده، سه تا ریاکشن ها رو به دست آورده و آخر بیاموده از معادله F Y به خاطر کنترل یا چک کردن استفاده کرده، گذشته 6 رو به بالا، منفی 15 ای 15 رو به پی، مثبت 21 بی وای 21 به دست اومد رو به بالا، منفی 6 و منفی 6 مساوی با 0 که این معادله برقرار درسته. بنابراین جوابایی که به دست آوردیم درسته. این روش کتابه، حالا از هر روش فرق نمیکنه به یک نتیجه میرسیم. این دست خود شما رو که ببینیم با کدومی که راحت تر و زودتر به جواب میرسیم. این هم مثال دوم، ما اجازه بدیم بریم مثال بعدی رو هم کار کنیم. مثال بعدی که داریم سامپل 43 ابتدا سوال خود شما میخونی. الودین کار ایز ات د ریس اون د اینکلاین ترک، گفتی اگه گاری لودین کار یا وسیله باربری در حالت سکونه، در حالت ریس یا سکون تحت یک روی یک سطح مورب، ببینیم این هم موتر یا وسیله باربریه که روی یک موتر روی یک سطح مربی در حالت سکون قرار داره. The gross weight of the car and its load is 5500 پوند، گفته وزن خود گری و باری که داخلیونه هسته. And it is applied at G، و وزنی رو به نقطه G اعمال میشه، مرکز ثقلی و مرکز ثقلی و نقطه جی خود در راستای جاذبه زمین به این ترتیب هم اعمال میشه. The cart is held in position by the cable، میگه این وسیله در موقعیت قرار گرفته شده توسط کیبل یا کابلی که هسته، یعنی کیبل یا کابل ایر نگه داشته. از شما سوال چی خواسته؟ Determine the tension in the cable and the reaction at each pair of the wheel، گفته که نیروی تنشن در کابل، نیروی کششی در کابل به دست بیاریم یک، و ریاکشن ها در هر یک از این چرخ ها. ببینیم این چرخ ها بازی سطح یک نوع ساپورت، یعنی دیگه ساپورت یا چون مانه گفتیم سطح بدون استکاک خودی یک نوع ساپورتیه، ساپورتی که فقط یک ریاکشن داره در راستای عمود بر سطح. بس گفته ریاکشنی که بزی چرخ یا بزی پایه های گری وارد میشه به دست بیاریم. اینجاگاه ما دو تا ریاکشن داریم، یکی اینجاگاه یکی قسمت، یک نیروی کشش کابل داریم.
در ابتدا میبایستی دیاگرام آزاد جسم رسم کنیم. اگه دیاگرام آزاد رسم کنیم ببینیم ما همین جسم ما گاریر داریم، یک تا ریاکشن بزید بایه های و چرخ ها وارد میشه، یک نیروی کششی هم هسته که در کابله و بزید صورت رو به بالا به یک قسمت یا بزید حلقه وارد میشه. نیروی وزن هم داریم که 5500 رو به پی و سه معادله تعادل داره. مشغولات ما 1، 2 و 3 نیروی کششی در پا و دو تا ریاکشنی که در چرخهای سه تا معادله سه مشغول مسئله ما و شمانه که سه معادله تعادل داریم میتونیم با جا گذاری در معادلات تعادل به جواب برسه. اما نکته ای که این سوال داره اینه که برخلاف سوالات قبلی که حل کردیم محور X و Y ما دیگه محور X و Y معمولی نیه، بلکه محور X و Y ما میچرخه و ما باید محور X و Y دوباره خود ما بسازیم برای سوال محور X و Y محلی اصطلاحا تیار کنیم. اجازه بدیم بریم جلویتر به زی صورت. خب روی شکل توضیح بدم نگاه کنیم، سوال میامده یا کتاب میامده این قسمت به عنوان محور X در نظر گرفته، این خطچینه که میبینیم امتداد میدیم محور X و Y که تیار کرده در راستای X و Y گاری در نظر گرفته، در راستای X و Y چرخ باربری در نظر گرفته. ای X ای هم Y نقطه A هم مثلا نقطه 0 و 0 ما باشه نقطه A، ای بس Y شد عمود بر ریست عمود بر گاری و ای هم X به در امتداد محور. ای X و Y چرا ای انتخاب کرده؟ حالا میتونست ای X و Y انتخاب کنه خب، اما به زور صورت تنها نیروی جی در راستای وای بود، میبایستی آر دو رو هم تجزیه کنه، آر یک رو هم تجزیه کنه، تی رو هم تجزیه کنه. اما وقتی بیامده یه اکس و وای بچرخونده به زی اکس و وای تبدیل کرده، دیگه آر دو و آر یک در راستای وای هست. میبینیم ای آر دو امتدانی رو نگاه کنیم، آر دو من نمیتونم قولی پرس کنم، آر دو هم آر یک یا در راستای وای و نیروی کشش هم در راستای X. خب ولی نیروی جی چی؟ نیروی جی به سی صورت بود، این نیروی جی بوده که تجزیه کرده، این هم تجزیه کرده به مؤلفه هایی در راستای X و Y. این زاویه چند درجه؟ این زاویه همین زاویه که اینجا بوده سوال داده شما، این زاویه هم سوال بکنم بگیم 25 درجه. خب 5500 کوساین 25 درجه میشه نیروی وزن در راستای X. ببینیم دبلیوی X میشه 5500 کوساین 25 درجه کوساین زاویه، دبلیوی Y میشه 5500 ساین 25 درجه، چون به طرف پایین علامت هم منفی میشه کوساین 25 درجه ساین 25 درجه دیگه. X ای بر مثبت Y هم مثبت، این به طرف X مثبت علامتی مثبت، این به طرف Y منفی علامتی هم منفی، من که 5500 ساین 25 درجه. این هم کامپوننت های نیروی وزنیه که به نقطه G اعمال شده. خب پس دیاگرام آزاد رسم رو در گفتیم، تنها نقطه سوال اینه که X و Y کجا فرض کنید دیاگرام X و Y که به زید حالت راحت داره. میشد به زید حالت هم در نظر بگیرم، باز بود شما بگرم آره دو آره یک و تیر تیزیه کنیم، اما اینجا فقط یک جیر تیزیه بکنیم و کامپوننت های بقیه در راسته ایکس و بایه که راحت داره. میریم جلویتر شما رو حل کنیم. سه تا معادله تعادل داریم، سیگما اف ایکس مساوی با صفر، سیگما اف وای مساوی با صفر و سیگما ام مساوی با صفر. کتاب بیامده از M نوشته، فرقی نداره شما از هر کدوم که بنویسیم، اگه جواب داد که خوب تا خوب، اگه جواب نداد دوتا مشغولش معادله رو نگه میداریم میره معادله بعدی رو می‌نویسه، یک از مشغولات به دست میای باز میاد دو معادله که دو مشغول داره رو جاگذاری میکنیم به دست میاد. فرضاً به توضیحات اینجا میدم سیگما اف ایکس مساوی با صفر مینویسم، اف ایکس سی دارم 1.4980 دارم به سمت مثبت، یک تی دارم به سمت منفی، پس میشه 4980 منفی تی مساوی با صفر، پس تی میشه برابر با 4980 به همین جهت. این سیگما اف ایکس مساوی با صفر، سیگما اف وای مساوی با صفر، در جهت وای چی دارم؟ یک آر یک دارم، یک آر دو دارم، یک 2320 به سمت پی دارم، آر یک
جمع آر دو منفی 23 20 مساوی با 0. این هم از سیگما اف وای مساوی با 0 میشه. آر یک جمع آر دو مساوی با 23 20. دو تا مجهول دارم، حل نمیشه. این مدل مقدارم سر جایه، مومنت میگیرم، مومنت روی یک نقطه. اینجا که حالا مومنت گرفته روی نقطه بی، روی نقطه A. من مومنت میگیرم روی نقطه A، یکی از این روی نقطه A که من مومنت بگیرم، دقت کنیم آر یک و تی مومنت ایجاد نمیکنه، چون اینا رو امتداد میدم. همونطور ملاحظه میکنی اینا از روی این نقطه میگذرم، فاصله عمودی ندارم. فاصله اینا چند درجه؟ 180 درجه. این هم به همین ترتیب فاصله چند؟ 180 درجه. بنابراین اینا مومنت ایجاد نمیکنه. چی مومنت ایجاد میکنه؟ آر دو ضرب ای فاصله. فاصله چنده؟ 25 اینچ دیگه، 50 اینچ میشه. چون ساعت پاد ساعت کردم میشه کنه. ببینیم آر دو نقطه ایه، خلاف عقربه‌های ساعت میشه کنه، علامتی مثبت میشه، میشه آر دو ضرب 50 اینچ. ای از این نقطه دو تا قوه هم به نقطه جی اعمال شده. اینا هم فاصله عمودی دارن تا این نقطه ای. 49-80 فاصله عمودی و اینه، دقت کنیم این فاصله عمودی و این فاصله عمودی چنده؟ اینجا کار مشخص شده 6 اینچ. پس 49-80 ضرب 6 اینچ چی رقم میشه کنه نقطه A؟ ببینیم به زیر حالت میشه این ساعت گرد بنابرای این منفی میشه. 49-80 ضرب 6 اینچ، علامتی هم منفی. و نقطه قوه 23-20 23-20 چی فاصله ای داره؟ 23-20 ببینیم این فاصله تا امتداد نقطه A فاصله اینو اجازه بده اینو پاک کنم. اینه این فاصله عمودی اونه 23-20 ضرب 25. باز چی رقم میشه کنه؟ باز هم ساعتگرد میشه کنه، علامت ای هم منفی. منفی 23-20 ضرب 25. خب اینا باز میبینیم یک مشغول آر دو، از اینجا که آر دو به دست میایی طرف این وسط میکنیم، آر دو به دست میایی میشه 17-58. آر دو سمت بالا، آر یک جمع آر دو برابر شده با 23-20 دیگه، 17-80 23-20 از 17-58 از رو کم کنیم آر یک به دست میاد. کتاب باز به زیر روش حل کرده، دو بار مومنت گرفته، یک بار روی نقطه A، یک بار روی نقطه B که هر کدوم آر یک و آر دو دادن، و یک بار هم FX گرفته که تی به دست ما. تی هم قبلا ما در مرحله اول به دست آوردیم، شفه ای همونطور که صحبت کردم خودشون. و دوباره بیام و آر یک و آر دو روی، البته اینجا که کار نکردم، میتونید شما از اون کار انجام بدید، از این رابطه سوم استفاده کنیم. رابطه دوم البته مجموعه قوه ها در راستای اف وای مساوی با صفر، آر یک و آر دو به سمت بالا جمع منفی 23-20 که میبینیم این معادله برقراره. بنابراین سوالات جوابایی که ما به دست آورده بودیم درسته. حالا میتونیم از این روش هم استفاده کنیم یا از روشی که من توضیح دادم. ابتدا اف ایکس مساوی با صفر که از اینجا تی به دست آمد، اون روشی که من گفتم فرق نمیکنه، جفت اینا یک روش داره، فقط از معادلات تعادل چی رقم استفاده کنیم. بعد اف وای مساوی با صفر که وقتی اف وای نمیشه، شما آر یک و آر دو مشغول مسئله شما نه، دو تا مشغول دارم حل نمیشه. معادله دوم میگذاریم باشه آر یک جمع آر دو مساوی 23-20 ای باشه. معادله سوم مومنت روی نقطه A آر دو به دست آمد. حالی که آر دو به دست آمد میایم به معادله دوم قرار میدم آر دو، آر یک جمع 17-58 مساوی با 23-20. آر یک میشه 23-20 منفی 17-58 که همین 562 جواب میده به دست میده. یا ای که نه بیاییم دو بار مومنت بگیریم، یک بار مومنت روی نقطه A، یک بار مومنت روی نقطه B، یک بار هم فیکس بنویسیم. باز هم با کمک سه تا معادله سه تا مشهور ما به دست بود. این هم روش کتاب استفاده که به فرق چندانی نداره. این از مثال سوم. یک مثال دیگه هم داریم این قسمت، برای که مثال های بیشتر کار کرده باشیم این مثال هم به زیر جلسه حل میکنی و باز تو جلسه بعدی ببینیم که چی مطالعه مورده اون را ادامه. فکر میکنم یک جلسه دیگه بیشتر برای از این فصل نیاز نباشه. جلسه بعدی احتمال خیلی زیاد
فصل چهارم تمام میشه، باز فصل پنجم شروع میکنیم. مثال چهارم گفته یک قابی که بارهای یک سقف تحمل میکنه، سقف یک ساختمان کوچکی و نیروی کششی که در کابل ایجاد شده 150 کیلونیوتن. شما ریاکشن های ساپورت فیکسر به دست ببینید. گفته اینجا فیکسه، ساپورت ما فیکسه، ببینیم این قسمت یعنی فیکسه یعنی چی؟ یعنی که یک قوه در راستای وای وارد میشه، یک ریاکشن، یک ریاکشن در راستای ایکس و یک مومنتی هم داره. مومنت بزیش به خانم زد هم یک مومنت، یک ایکس، یک وای، یعنی سه تا ریاکشن داره. قوه گفته در کابل هم 150 کیلونیوتن. خب اولی مرحله دیاگرام آزاد رسم میکنه، دیاگرام آزاد ایر اگر رسم کنیم این ساپورت رو برمی داره، این زمین برمی داره، جدا سه تا ریاکشن برمی داره، ایه وای، ایه ایکس و ام ای، مومنت در نقطه ای، قوه ای در راستای وای و قوه ای در راستای ایکس، این سه تا ریاکشن. این جگاه این کابل رو سوا میکنیم، نیرویی که از کابل به وجود میایه 150 تا در حالت کشش دیگه، 150 تا به سمت F که از نیروی کشش در کابل نشونده اعمال بکنیم و سازه ما اگه دیاگرام آزادی رو رسم کنیم به زی صورت در میایه. این ست تا ریاکشن ما و شما و این هم 150 کیلونیوتنی که قوه کششی که در F وجود داره و اینا بارهای کم به صورت متمرکز در نقاط مختلف به این قسمت AC اعمال شده. سه مجهول داریم، EX, EY و ME. سه معادله تعادل داریم، سیگما FX مساوی با صفر، سیگما FY مساوی با صفر و سیگما M مساوی با صفر. M در یک نقطه فرق نمی‌کنه، اون نقطه شما انتخاب میکنیم، نقطه ای که یکی از مجهولات مسئله شما به دست بیاره یا حل بشه. می‌نویسم سیگما FX مساوی با صفر، مجموع قوه ها در راستای X مساوی با صفر. از این قسمت شروع میکنیم، از یک جای شروع میکنیم تا به انتها. قوه در راستای X اینجا ما نداره، قبول؟ میایم روی نقطه ای، نقطه ای یک ای ایکس داره، مینویسم ای ایکس به سمت راست، علامتی هم مثبت. جمع میایم به سمت اف، اف یک 150 تایی داریم که تحت یک زاویه وارد شده و این زاویه ما نداره. خب قوه اف ما الان تجزیه کنیم بر قوه های در راستای ایکس و وای. چرا همین تجزیه رو انجام میدیم؟ از قضیه فیثاغورس استفاده میکنیم. ما اگه یک مثلثی داشته باشیم به این صورت، یام بعد ریو باشه، اگه این 3 باشه، این 4 باشه، این 5 درست، 3 به توان 2 جمع 4 به توان 2 زیر جذر، این میشه 5. بعد میتونیم از این رابطه استفاده کنیم، البته یک سری رابط دیگه هم داریم، یک سری اعداد دیگه هم هست که میتونیم از اونا استفاده کنیم، ولی حالت کلی به همین صورت دیگه. از قضیه فیثاغورس اگه بخوایم شما استفاده کنیم، مثلا این 3 این 4 این 5 میشه، شما 2 زله داشته باشیم یک زله دیگه رو میتونیم به دست بریم، این نسبت در حالت کلی برقرار. مثلا اگه این 3 بشه 30، این 30 باشه، این 40 باشه، این میشه 50. یا مثلا اگه هر نسبت دیگه که باشه، زمانی که این فیثاغورس ای زاویه 90 درجه یه و میشه این نسبت به دست آورد، مثلا 2 اینجاست 3، میای مربع رو به دست میاریم، میتونیم این قسمت رو به دست بیاریم. حالا ای اگه بشه 20، ای 30 هم میشه ضرب 10. اینجاست چه رقمه؟ ببینیم 4 و نیم این قسمته، 6 هم این قسمته، چهار و نیم، این هم 6. بیاییم وطر رو حساب میکنیم که میشه 7 و نیم. 4 و نیم به توان 2 جمع 6 به توان 2 زیر جذر رو ببریم، این قسمت میشه 7 و نیم. 150 کیلونیوتن نسبت 7 و نیمه، پس نسبت x چند میشه؟ میشه 150 کیلونیوتن تقسیم بر 7 و نیم ضرب 4 و نیم. این بزی صورت دیگه دوتا کسر خود یک دیگر برابرن. اینجا داریم 150 نسبت به 7 و نیم، درست شد. و اینجگار داریم، مثلا ما این x به دست میاریم 4 و نیم و x ما مجهوله، برای به صورت x به دست میاریم
مسئول x چند میشه؟ میشه 150 ضرب 4.5 تقسیم بر 7.5. 150 ضرب 4.5 تقسیم بر 7.5 مساوی با 0. خب پس یک ای x داشتیم، یکی این نسبت 150 که تجزیه کردیم به کامپوننت x یو چی رقم شد؟ بازم یک توضیح میدم، 150 به وتر وتر ما که مقداری 7.5 ضرب ای طول 4.5، 150 تقسیم بر 7.5 ضرب 4.5 و وای را اگه ما این حساب کنیم میشه 150 7.5 150 تقسیم بر 7.5 ضرب 6. ای اف وای یو ای کامپوننت وای به دست میاد، ای کامپوننت وای نه یا کامپوننت x نه، ما x به دست آوردیم به سیگما اف x مساوی با 0 قرار دادیم، از این جگاه یک مشون ما به دست آمد ای x مساوی با منفی 90. چرا منفی به دست آمد؟ دقت کنیم ای 150 کامپوننت یا تجزیه هم در راستای مثبت x هست. خب ای که در راستای مثبت x باشه مگرم ریاکشن ای خلاف جهت ازی باشه که تا بتونه این نیرو تحمل کنه، این قوه تحمل کنه، نه اینکه در همون جهت باشه. پس یه حدی که ما در ابتدا فرض کرده بودیم اشتباه بوده. این اصلاح این از قسمت اول. سیگما اف وای مساوی با 0. رابطه دوم اف وای مساوی با 0. چی داریم اف وای؟ اینجا 4 تا 20 تا داریم که روی پینه. پس 4 ضرب 20 با علامت منفی. این منفی 4 ضرب 20. یک ایه وای داریم رو به بالا مثبت، ای هم ایه وای رو به بالا مثبت. میایم اینجا 150 150 رو باز تجزیه میکنیم به اف وای و اف ایکس که جلوتر تجزیه کرده. قسمت وای چی میشه؟ میشه 150 تقسیم بره طول وتر رو که هست 7.5 ضرب 6. ضرب 6 کامپوننت اف وای به هم میده. ای هم علامت مثبت یا منفی چون به جهت پینه میبینیم 150 رو به پایین علامتی و منفی میشه منفی 6 ضرب 150 تقسیم بر 7.5. این هم حل کنیم ای وای به دست میاد. ای وای 200 رو به بالا. اگه رو شکل هم نگاه کنیم اینه تمام اینا رو به پایین هست 150 رو به پایین هست. پس ریاکشن این قسمت میگه رو به بالا باشه تا این قوه ها رو تحمل کنه، مقدار 200 رو به بالا. و معادله سوم مومنت می نویسیم. مومنت روی یک نقطه، کدوم نقطه؟ نقطه ای رو اینجا ما در نظر گرفتیم. روی نقطه ای ای اکس و ای وای مومنت ندارن چون فاصله ای ندارن، اما خود ام ای مومنت دیگه اینجا قوه نیه که مثلا فاصله نداشته باشه. پس ام ای داریم، روی نقطه ای ام ای داریم، پاد ساعت گرد علامتی هم مثبت. ای از ام ای با علامت مثبت ببینیم اینجا نوشته شده. میام دونه دونه می نویسیم 20 ضرب چی فاصله؟ ضرب ایکس. مقداری چنده؟ 4 تا 1 اشاریه 8 5 اشاریه 5 5 اشاریه 7 اشاریه 2 ببینید 20 که میتونه ضرب 7 اشاریه 2. علامتی مثبت یا منفی؟ مثبت چون باید ساعت گرد داره میشه کنه. دوباره ای 20 ضرب این فاصله، فاصله عمودی تا نقطه ای میبینیم ای زاویه 90 درجه، یه امتدادی و قوه ضرب ای فاصله. 3 تا 1 اشاری 8 که میشه 5 اشاری 4 و دوباره علامتی هم مثبت. و همین ترتیب ای 1 ضرب 2 تا 1 اشاری 8 که میشه 3 اشاری 6 و آخری 20 ضرب 1 اشاری 8. اینا قوه هایی هم که وارد شده به زی قسمت. و 150 خود ام ای رم که بنویشتیم میمونه 150. 150 تجزیه میکنه به کامپوننت ها، یکی اکس یکی وای. اکس مومنت نداره چون ببینیم امتدادی و دقیقا از نقطه ای میگذره، امتداد و قوه از نقطه ای میگذره و ای زاویه 180 درجه، بنابراین مومنت ایجاد نمیکنه. ولی وای رو ببینیم، ای وای ای هم فاصله در ای فاصله ضرب میشه و مومنت ایجاد میکنه چون رو به پایینه و ای نقطه به صورت ساعت گرد نشون کنه با علامت منفی. مقداری هم که گفتیم چی قداره دیگه، 150 تقسیم بر 7.5 ضرب 6 که ای هم این قسمت میشه ضرب 4.5 متر فاصله و مومنتی که این قسمت ایجاد میکنه رو نقطه ای. اینا رو جمع و تفریق کنیم ببریم به زبر علامت مساوی، ام ای به دست میاد 180 کیلومتر، جهتی که فرض شده بوده درسته.
180 کیلو نیوتن ام ای هم به دست اومد. در نهایت سه تا ریاکشن ما به دست اومد: ام ای 180، ای وای 200 و ای ایکس منفی 90 کیلو نیوتن. ریاکشن های ما به دست اومد. این چهار تا مثال بود از بحث تعادل اجسام در حالت دو بودی که یاد گرفتیم چه رقم ریاکشن های ساپورت ها رو محاسبه کنیم. و البته اینا ساده ترین سوال های ممکنه در این قسمت بوده، یک باز به ترتیب استپ استپ که در فصل های بعدی جلو میریم سوالات نکته های اینو بیشتر میشه، ولی اصل موضوع اینه که ما دیاگرام آزاد رس کنیم، از معادلات تعادل استفاده کنیم تا بتونیم مشکلات خود به دست بیاریم. امیدوارم واضح بوده باشه، کدام نکته ای باقی نمونده باشه. خب اینجا که مثل سرسیمپنیه که شما سوال و پرسش باشه، هر سوالی که به شما به وجود میگم اینجا که ما پاسخ میدادیم. بگرن شاید موثریت و روش بیشتر از شاید که نه حتما بیشتر از این حالته، ولی خب باز هم سعی کنیم مطالعات خود رو افزایش بدیم، خود خود برسونیم. اگه سوالی نکته چیزی میمونه از طریق تلگرام یا از طریق پورتال‌های شخصی خوب بپرسیم، در اسرع وقت اونا رو پاسخگویی میکنم. این جلسه به اتمام میرسونیم تا جلسه آینده.